سلام دوستان، نرگس خرقانی هستم و با یک ویدیو دیگه از این کانال با شما همراه میشم. تو این ویدیو میخوام در رابطه با یکی از جالبترین میزبانهایی که از طریق سایت کوچ سرفینگ تا الان پیدا کردم براتون صحبت کنم. در رابطه با سایت کوچ سرفینگ قبلا ویدیو گذاشتم، بهتون توصیه میکنم ویدیو رو تماشا کنید. در واقع روشی که شما میتونید تو کشور دیگه میزبان پیدا کنید و مجانی اقامت داشته باشید. حالا از این حرفا گذشته، اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که این ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید و البته اون دکمه سابسکرایب هم بزنید و زنگوله کنارشم بزنید تا از ویدیوهای بعدی این کانال خبردار بشیم. همونطور که تو تصاویر میبینید ما تو کشور گرجستان هستیم و در واقع اون میزبانی هم که من پیدا کردم تو کشور گرجستان بود که یک خانومی بود که تو گرجستان زندگی میکرد به صورت نیمه وقت، یعنی گاهی گرجستان بود. یه خانم بود از ترکیه که اونجا یه باغ خریده بود و میزبان من توی شهر باتومی شد. این خانم که اسمش سینم یا همون سنم ما بود نزدیک شهر باتومی زندگی میکرد، یعنی تو خود شهر باتومی نبود، نزدیک شهر باتومی یه باقی خریده بود و اونجا یه کلبه چوبی هم ساخته بود و زندگی میکرد. زمانی که من باهاش صحبت کردم خیلی یه حالتی گفت که این خونه من خیلی خوب نیست، ممکنه دوست داشته باشی بهت بد بگذره اینا. من یه جوری تعجب کردم و یکم ترسیدم، گفتم منظورش از این حرفا چیه. خلاصه به من آدرس داد، گفتش که فقط فکر کنم راننده تاکسی ها بتونن این آدرس رو پیدا کنن، خودت بعید میدونم اینجوری بتونی بیای. گفت تاکسی بگیر، تاکسی خیلی تو گرجستان گرون نیست و اینم راست میگفت، خیلی اونجا تاکسی گرون نیست. و منم یه تاکسی دربست گرفتم و راننده تاکسی من رو رسون تا محل زندگی این خانم که همونطور که گفتم یه باغ بود در نزدیک شهر باتومی که وسطش هم یه کلبه چوبی خیلی باحال و بامزه بود. و یه جورایی منو یاد مثلا این کارتون و فیلم هایی که تو دوره بچگیم دیده بودم، مثلا بخوام مثال بزنم، مثلا بچه های کوه آلپ یا همون کارتون آنت که فکر میکنم مثلا هم نسله من دهه 60 خوب یادشونه و اون کلبه های چوبی که ما توی این کارتون ها میدیدیم برام یه جورایی تداعی کننده اون داستان ها بود و جای جالبی بود. خلاصه همه چیز اونجا برای من یه جورایی خاص و متفاوت بود، هرچند که زندگی کردن تو اون شرایط خیلی ساده نبود، ولی خب برای من جالب بود و یه تجربه خیلی خیلی متفاوتی بود که تونستم یه مدت توی کلبه چوبی زندگی کنم و به شخص اون تجربه رو خیلی دوست داشتم. میزبان منم بسیار مهمون نواز و مهربون بود و هر چی که اونجا امکانات داشت در اختیار من گذاشت. اونجا الکتریسیته نبود و در واقع یه پنل کوچیک خورشیدی بود با یه باتری کوچیک و شما با اون باتری در واقع من میتونستم موبایلمو شارژ کنم و البته یه دونه از این ریسه های روشنایی هستش که شب مثلا میتونستم یه روشنایی کوچیک هم داشته باشم، ولی خب برای گرم کردن آب یا مثلا دوش گرفتن واقعا اونجا امکانات مناسبی نبود، باید مثلا با گاز پیکنیک آب جوش می آوردی یا مثلا یه بخاری هیزمی بود اگه اون رو روشن میکردی اونم میشد آب جوش آورد، یا اینکه باید با آب سرد کلا همون میکردی که من تجربه هم
آب سرد رو داشتم، همین که با گاز پیکنیک آب جوش آوردم و از نظر من که خیلی باحال بود و من 10 روز تو اون خونه اقامت داشتم. همونطور که تو تصاویر میبینید این روستا در بلندی قرار داشت و از اونجا شما میتونستید مناظر بسیار زیبای از شهر باتومی و دریای سیاه ببینید. کلن اونجا به نظر من قطعه از بهشت بود که من تو این سفر با این میزبانی که پیدا کردم حس میکنم اونجا رو کشف کردم. نکته جالب توجه این بود که میزبانم تا 3 روز پیش من بود و بعد توی ترکیه کار براش پیش اومد و از اونجا رفت و کلن اون کلبه و باغ و سپر دست من و من 1 هفته خودم تنها اونجا بودم. شاید بعضی ها بترسن واقعا نتونن 1 هفته اونجا بمونن، ولی برای من تجربه باحالی بود و من دوست داشتم اون تجربه رو. میزبانم برای من اینجا هم 1 دهن آواز خوند و خلاصه ما رو مهمون کرد به صدای خوشش. Sana şarkım I can sing my song to you. That's the song I wrote and composed. Do you want? Yes. Güle güle sevdam sana, yolun açık açık ola. Güle güle sevdam sana, yolun açık açık ola. Bir aşk tutku bulutuyduk, yağdık güle papatyaya. Yağdık güle papatyaya. Türkülerle meşkler ettik şahit kayan yıldızlarda, şahit kayan yıldızlarda. Ali opuslu dolunayda, senle ben bize etmez dedin. Ali opuslu dolunayda, senle ben bize etmez dedin. Soğuktu artık gözlerin, kavramıyordu ellerin. Kaftağından daha uzaktı sözlerin. Teslim oldum artık yoktun, sığmadım ben hayatına. Sığmadım ben hayatına. Güle güle sevdam sana, yolun açık açık ola. Korkuların girdap olup savurdu bizi baharda. Savurdu bizi baharda. Teslim oldum artık yoktun, sığmadım ben hayatına, sığmadım ben hayatına. Güle güle sevdam, güle güle sana. Bu kadar. Oh, thank you very much. شب اونجا موندن یه تجربه عجیب و تا حدی ترسناکی بود چون باد اونجا زیاد می اومد، ولی خب من کلا آدم شجاعیم، نمی ترسیدم. و این تصاویرم میتونید از شرایط زندگی تو شب رو ببینید و بخاری هیزومی که روشن کردم و سوپی که گذاشتم فکر کنم براتون جالب باشه.
خلاصه اینکه با پیدا کردن این میزبان تو شهر باتومی، اولین سفر من به گرجستان خیلی برای من جذاب و دوست داشتنی شد. من این سفر رو سال 96 به شهر باتومی داشتم و برای جشنواره فیلم در واقع اونجا رفته بودم و این سفر رو من خیلی دوست داشتم و اون جشنواره فیلمم خیلی به من خوش گذشت. من برمان منتقد تو اون جشنواره شرکت کرده بودم، ولی خب جواب بهمون نمیدادم، هتل نمیدادم و من میزبان خیلی باحال پیدا کردم و یه تجربه خیلی باحالی بود و یه ماجراجویی خیلی خیلی جالب. کلا شما از طریق سایت کوچ سرفینگ میتونید ماجراجویی‌های زیادی تو سفراتون داشته باشین و اگر اهل این برنامه هستید، من به شدت سایت کوچ سرفینگ رو بهتون توصیه میکنم که سعی کنید از طریق اون میزبان پیدا کنید و تجربیات جالبی به دست بیارید. دوستان، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، ممنون میشم که لایک کنید، کامنت بذارید و البته اون دکمه سابسکرایب هم بزنید و زنگوله کنارم بزنید تا از ویدیوهای بعدی این کانال خبردار بشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار همتون.